اخبار این ساعت را با گزارش هایی از درگیری های عشایر الانبار با نظامیان مالکی ادامه می دهیم. به گزارش تلویزیون الجزیره از ساعت اولیه صبح امروز یک شنبه، نیروهای ارتش عراق در حالی که توسط نیروهای سوات و واکنش سریع و عوامل محلی حمایت می شدند، مناطق جنوبی شهر رمادی من جمله منطقه زباد، خیابان شست و ملعبرا مورد حمله گسترده خود قرار دادند. ارتش عراق از چند روز قبل تا کنون تلاش کرده است این مناطق را از کنترل عشایر مسلح خارج کند، ولی هر بار به دلیل شدت آتش متقابل مجبور به عقب نشینی شده است. همزمان با این تهاجم، نیروهای نظامی مالکی در سطح شهر رمادی منع تردد اعمال می کند. یک خبرنگار از رمادی به تلویزیون الجزیره گفت در این تهاجم هلیکوپتر، تانک، توپخانه، خمپاره، مناطق مختلف مسکونی را مورد اصابت گلوله های کور و بی هدف خود قرار می دهند که باعث 3 کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم شده است. در حال حاضر درگیری شدیدی در این مناطق در جریان است. در این حال صدها خانواده در رمادی به دلیل خمپاره باران از این شهر کوچ کردند. در مورد تهاجم گسترده نیروهای نظامی مالکی به شهر رمادی، عبدالقادر النائل سخنگوی متحسنین رمادی به تلویزیون الجزیره گفت با حمله امروز نیروهای ارتش عراق به همراه سوات و عوامل محلی به رمادی، کلیه دروغ‌های این دولت مبنی بر عدم ورود ارتش به شهرها فاش شد. ارتش با تانک‌هایش مدت 20 روز است می‌خواهد وارد شهر شود و بدون هدف به کشتار مردم غیر نظامی دست داده است. به افزود بعد از این تهاجم شورای نظامی استان به تمام جبهه ها آماده باش داد و انقلابیون عشایر وارد مقابله شدند. در نتیجه عوامل محلی مالکی مجبور به فرار شدند و تعداد زیادی از آنها به اسارت انقلابیون عشایر در آمدند. تعداد زیادی از آنها نیز کشته شدند. در حال حاضر بیمارستان رمادی پر از این کشته ها و مجروحین سوات و عوامل محلی مالکی است. آنها تا کنون موفق به ورود به شهر نشدند، بلکه فرار کرده و ارتش در داخل شهر محاصره شده و ارتباطش با بیرون و راه های تدارکات رسانی آن تمام قطع شده است. تعداد زیادی از زرهی های آن منهدم شدند. به عنوان مثال 2 تانک و تعدادی خودرو هامر به آتش کشیده شدند. نائل در مصاحبه با الجزیره اضافه کرد شهر رمادی الان تماماً در کنترل انقلابیون عشایر است. عملیات امروز نشان داد که هیچ رابطه‌ای بین انقلابیون عشایر و داعش وجود ندارد. ما تمام افرادی را که اسیر کردیم عفو کردیم. به گزارش تلویزیون الجزیره رافع المشهن شیخ کل قبیله جمیله در گرمه به تلویزیون الجزیره گفت موضع ما دفاع از خودمان و دفاع از مناطقمان است و نظامیان مالکی را دشمن خودمان می دانیم و اجازه نمی دهیم پیش روی کنند. ما نظامیان را به طور کامل اخراج خواهیم کرد تا به محل واقعی خود در مرزهای عراق بروند. وی ادامه داد نیروهای دولتی شب گذشته خانه او را با خمپاره هدف قرار دادند. همچنین بر اثر خمپاره باران به یک بازار در گرمه 4 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. مرکز این خمپاره باران در پادگان طارق متعلق به ارتش مالکی واقع در شرق فلوجه است. دکتر عبدالرزاق الشمری از رهبران میدان تحصن در رمادی و مسئول روابط در 6 استان قیام کننده گفت این به اصطلاح داعش بهانه است برای حمله به سنی ها در الانبار و بهترین دلیل برای این امر این است که وزیر دفاع آمریکا امروز گفت مالکی با سنی ها با روحیه دشمنانه برخورد می کند. عبدالرزاق الشمری افزود نظامیان مالکی و نیروهای سواد عشایر را به بهانه از بین بردن داعش هدف قرار می دهند. وی تأکید کرد ما از شروع تحصن ها شعارمان مسالمت آمیز بودن تحصن ها بود، ولی حمله به زنان و آنچه که در رابطه با میادین تحصن به وقوع پیوست ما را به دفاع از خودمان واداشت. لذا من گفتم و همچنان میگویم که
اگر حداقل امیدی به حل این بحران به شیوه مسالمت آمیز وجود می داشت، ما با آن موافق بودیم. تلویزیون عرافدین گزارش داد شورای نظامی اعلام کرد ضروری است برای هر شرایط اضطراری هوشیار و آماده باشیم. این شورا اعلام کرد به مالکی و جلادان وی هشدار می دهیم انقلابیون عشایر با ادامه جنایات کوتاه نخواهند آمد و در آینده پاسخ قاطع تری به آنان خواهند داد. به گزارش تلویزیون عرافدین شورای کل نظامی انقلابیون عشایر عراق اعلام کرد افراد گمراه با مالکی و رژیم ایران در یک سنگر علیه شورای نظامی علیه انقلابیون هستند. تلویزیون عرافدین گزارش داد در بغداد در درگیری های شدیدی که در منطقه قصر الکلبی در الیوسفیه به وقوع پیوست انقلابیون عشایر 4 خودرو حامل را منهدم کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد در بغداد 7 حمله از جمله 6 خودرو بمب‌گذاری شده دست کم 21 تن را کشته و 60 تن را مجروح کرد. یکی از این انفجارها در نزدیکی بازار منصور صورت گرفت که دست کم 5 کشته و 12 تن را مجروح ساخت. یک خودروی دیگر در منطقه تاجی منفجر شد. این انفجار نزدیک زندان جوانان صورت گرفت و گزارش‌های مختلفی از فرار از زندانیان خبر می‌دهد. در این انفجار نیز 5 تن کشته و 13 تن مجروح شدند. روشنفکران، نویسندگان و وکلای اردنی طی تجمعی در مقابل سفارت عراق در عمان پایتخت اردن همبستگی خود را با مردم استان الانبار عراق ابراز کردند. تجمع کنندگان تراکت‌هایی به همراه داشتند که در آن جنایات مالکی در استان الانبار شامل آتشباری روی مناطق مسکونی و برچیدن تحصن بازور را محکوم کردند. روی پلاکارد تظاهر کنندگان از جمله نوشته شده است همان خنجر رژیم ایران که مردم ما در سوریه را به قتل می رساند، مردم ما در عراق را هم به قتل می رساند. خبرگزاری رویتر به نقل از منابع تجاری خود گزارش داده است رژیم ایران 250 هزار تن گندم از اروپا خریداری کرده است و بخشی از این محموله طی 2 هفته آینده به مقصد ایران بارگیری خواهد شد. بر اساس این گزارش ایران عمده این گندم را ماه گذشته از آلمان خریداری کرده است. آخوند حسن روحانی چندی پیش اعلام کرد نیاز است در سال جاری دست کم 7 میلیون تن گندم وارد شود. روزنامه اشرق الاوسط از قصد سپاه پاسداران رژیم آخوندی برای راه‌اندازی شرکت‌های تقلبی در چند کشور خاورمیانه و اروپا به منظور دور زدن تحریم‌های جهانی خبر داده است. اشرق الاوسط می‌نویسد این شرکت‌ها در دبی، ترکیه، اتریش، یونان و قبرس تأسیس خواهند شد تا در صورت لزوم به جای شرکت‌هایی که هدف تحریم‌های احتمالی بین‌المللی قرار می‌گیرند استفاده شوند.